دوستان عزیز سلام، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. در مورد اظهار کالایی که به همراه شما هستش در گمرکات اروپا میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینید عزیزان، اگر شما به عنوان توریست دارید به اروپا سفر میکنید، حالا یه گوشی موبایل یا یک لپتاپی رو شما در ایران خریداری کردید، هیچ نیازی نداره که شما این کالا رو اظهار بکنید، چون شما این کالا رو خریداری کردید، بازش کردید و برای مصرف شخصیتون میخواین که ازش استفاده بکنید. این دیگه نیازی به اظهار نداره، چون شما مقیم در اونجا نیستید. اما اگر شما اقامت اروپا رو دارید یا یک پاسپورت اروپایی دارید و وارد قاره اروپا دارید میشید، هیچ فرقی هم نمیکنه. مثلا من اقامت لیتوانی رو دارم، الان از روم ایتالیا، از مثلا فرودگاه فیومینچینو من دارم وارد شهر روم میشم، یا مثلا از فرودگاه فرانکفورت دارم وارد آلمان دارم میشم. در این حالت من حتما اگر اون مثلا گوشی موبایل از قدمتش، مثلا اون گوشی که من دارم، اگر اون گوشی یه گوشیه که قدمتش کمتر از 10 ساله، مثلا مال پارساله، خیلی جدیده، مال 1 ماه پیشه، مال 7 سال پیشه، اگر کمتر از 10 سال هستش، حتما من باید این کالا رو اظهار بکنم. یعنی زمانی که توی فرودگاه از پرواز پیاده میشم باید برم در صف قرمز بایستم، نه در صف سبز. یعنی من یه کالایی برای اظهار دارم و حالا متعاقب اون زمانی که اظهار میکنم، در صورتی که اون دولت بخواد میتونه از من به عنوان حالا حق گمرک یک مبلغی رو دریافت بکنه. حالا ما به این فکر بکنیم که آقا کی میفهمه ما اظهار نکنیم. خب در صورتی که شما از لاین سبز عبور بکنید و اون ماموری که در گمرک نشسته متوجه بشه که شما کالایی رو دارید، شما رو چک بکنه، در این صورت شما مسلماً مشمول جریمه خواهید بود. من در این فرصت یه نکته دیگرم خدمتتون بگم. این موضوع در مورد میزان ارزی که شما دارید با خودتونم حمل میکنید صادقه. یعنی اگر من از ایران دارم خارج میشم، طبیعتاً باید ببینم کشور مطبوع من ایران چه میزان ارزی رو مجاز دونسته که من بتونم از کشور خارج بکنم. این باید همیشه توسط مسافر چک بشه. ما نمیتونیم بگیم من نمیدونستم، این به هیچ عنوان مسموع نخواهد بود. وارد اروپا هم که میخوام بشم باید بدونم در قاره اروپا هم 10,000 یورو حد اکثر پولیست. حالا چه اون 10,000 یورو باشه، چه معادلش به ارزهای دیگه، من بیش از 10,000 یورو رو اگر میخوام وارد اروپا بکنم، باز حتما باید برم در لاین قرمز وایستم، فرمای مربوطه رو پر بکنم، اظهار بکنم این پول منبعش کجا بوده، از کجا آوردم و چرا من این پول رو به اروپا آوردم. در صورتی که این کار رو نکنید هم مسلماً مشمول جریمه خواهید شد و این جریمه میتونه باعث این بشه که بخشی از پول شما رو بردارن و دیگه هیچگاه هم به شما این پول مسترد نشه. امیدوارم که این موارد رو رعایت بکنید و احتیاط بکنید. البته یه مطلبی رو هم یادتون نره، اگر شما توریست هستید موضوع اظهار کردن ارز برای شما صادقه، فقط در مورد گوشی موبایل و موارد مصرفی برای توریست صادق نیست. پس به این نکته هم لطفاً توجه بکنید. ایام به کامتون باشه. خدا نگهدار.